بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بنا عزيز ومحترم خدمته شما عزيز سلام واحترام دار. در قسمت قبل و قسمت های قبل بحث در مورد مقدمه ای بود به حاول انواع که این مقدمه مربوط به تاریخ نوشتار حدیث یا جمع حدیث یا نوشتن کتب حدیثی است که یک اشابه ای به تاریخ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انداختیم یک اشابه ای کردیم و در ادامه می خواهیم حالا از بعد از شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم بپردازیم البته گفتم این چون که مقدمه است و می خواهیم مقدمه طولانی تر از ذل مقدمه یا اون صحبت بعدی نشه یک مختصبی در مورد تاریخ تدوین حدیث و جمع حدیث برای اینکه بحث به حاول انواع و خودش یک کتاب به مجموعه ای از روایات اهل بیت بد نیست یک اشاره فقط داشته باشیم در بعضی از اون ایسگاه های تاریخی که حدیث با اونها روبرو شد خب بعد از شهادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم یک بحث جدیدی که خارج از شبهه فقط بود دیگه تا زمان نبی اکرم یک شبهی بود که خدمتون عرض کردم که عبدالله ابن عمر اومد از نبی اکرم پرسید و سوال کرد و فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی به عبدالله ابن عمر که این که میگویند ننویسید این اباطیل است این اشتباهه این بی خوده گوش به فرمان اونا ندید گوش به صحبت ها و شبهات اون ندید اونها ندید بلکه آنچه را از این دو لب خارج می شود را بنویس چرا که وحی الهی است همه شو بنویست همه شو بنویس عبدالله ابن عمر نگاه نکن حرف گوش, به حرف اینها مده اینها میخوان اسلام را از اون حرکت خودش نگه بدارن از اون پیشرفت خودش وا دارند نبی اکرم مبارزه کرد با اینکه روایت نوشته نشه نه دستور میداد ام میکرد نصیحت میکرد بنویسید حفظ کنید این فرهنگ و این روایاتی که از لبان من میشنوید و از دو لبان مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده میشد بعد از نبی اکرم بحث بالا گرفت و دیگه بحث شبهه نبود اینجا یک منع حکومتی بود البته از ابتدای حکومت تقریبا میشه گفت عمر بن الخطاب این مسئله شروع شد ابو بکر ابن قحافه خود یکی از نویسندگان روایات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود اگر بیاتون باشه در قسمت قبل اشاره ای کردیم که ابو بک حدود پانصد روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را در ضمن صفحاتی جمع آوری کرده بود خب یک چپ خواب میبینه و صبح که بیدار میشه بعدا میگه آقا من تصمیم گرفتم که دیگه تمام هر چه روایت هست تا هر چه روایت هست از بین ببرم و منع آنچنانی از روایت حدیث در زمان ابوبکر دیده نمیشه اونقدر من ظهور پیدا نمیکنه ولی خب یک تعدادی از روایات از بین میره یک تعداد بسیار زیادی از روایات که گفتیم 500 تا فقط خود ابو بک این ورقه ها رو تو آب میذاره تا جوهرهاش از بین بره و روایات از بین بره این کار میکنه البته در این زمان و با ابتدا شروع منع روایت حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و آله و نوشتن حدیث چون بحث فقط نوشتن نبود در زمان عمر که کسی ننویسه بلکه حتی, حتی اگر کسی روایت میکرد از نبی اکرم یعنی میمد میگفت من از نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم شنیدم که این گونه فرمودند من بود و این طرف زندانی میشد گاهی اوقات شلاق می و که انه گناه کبیره ای انجام داده در ملع عام و به و قرار میگرفت انسانی بود عمر که خود اهل تسنن نقل میکنم بسیار انسانی وحشتناک زشت چهره که گاهن نقل میشه اگر زن حامله ای را بر سرش داد میکشید اون زن حامله وضع حمل میکرد از ترسش چهره ای بسیار زشت و سیاه و از اون طرف بسیار خشمگین که در یک بحث تاریخی هست و نقل تاریخی هست که حتی خواهر خودش رو مورد ضرب و قرار میده آنچنان اونو میزنه که خون از بدنش جاری میشه انسان بسیار غلیز بوده انسان بسیار وحشتناکی بوده ظالم و شکنجگر اینطور نبوده که فقط آقا یک دستور بده و حالا اگر عمل نشد مثلا طرف و زندانی بکنه نه مورد شتم و, شتم و ضرب علنی قرار میداد طرف اومد یه قانونی وضع کرد که از این به بعد هیچ کس حق روایت حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و از اون طرف تدوین حدیث را نداره اگر کتاب دست کسی میدید که مجموعی از روایات درش باشه اون دیگه شاید در حد مرگ حکم درش صادر میشد یا او را نفعی میکردن او را از اون شهر خارج میکردن واقعا یک تاریخ عجیب غریبی بوده بعد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون ابوبکر حدودا دو سال اندی حکومت میکنه زیاد حکومتش پایدار نمیمونه و منتهی میشه تمام میشه و بعد از اون عمر میاد که حدودا ده سال حکومت میکنه و در این ده سال میبینیم واقعا اون شریعت اسلامی و اون تاریخ اسلامی اصلا دوشاب دگرگونی میشه تغییر میکنه تا حدی که خود عبدالله ابن عباس هست در روایت این نقل میکنن از عبدالله ابن عباس که روزی ده اومد به مسلمان ها گفت بابا چیکار دارید میکنید الان اگر نبی اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم از قبل خودش بلند بشه جز از آن شما چیزی را متوجه نمیشه چیزی را بر اون راه خودش و اون حقیقت خودش پیدا نمیکنه بلکه میخوام بگم حتی اون اذان راه هم تغییر دادن و اون اذان را هم عوض کردن حی علی خیر العمل که در زمان نبی اکرم در اذان بود و در اقامه بود اینها تبدیل به الصلاه و خیر من النومش کردن چرا؟ یک روزی عمر خواب بود این معزن اومد بهش گفت از صلاة و خیر من النوم پشت و نماز بهتر از خوابه گفت اجعلها فل اذان همینی که گفتی و بذار توی اذان از این به بعد اینو تو اذان بگو خب کجاش بذارن؟ بابا اذان و مسلمان ها بلدن گفت نداره یه دونه از این فقرات را که اشاره به اهل بیت و در روایت داره حی علا خیر العمل اشاره به بی بی حضرت زهرا داره که حی علا حب فاطمه و اولادها بشه تابید به سوی حب حضرت زهرا محبت حضرت زهرا و فرزندان حضرت زهرا اینو برداشت بجاش گذاشت از من النوم خب خب یعنی چی از صلات من النوم که همه میدونن که نماز بهتر از خوابیدنه این که دیگه گفتن نداره واقعا میبینید تاریخ اصلا عوض میشه شریعت ها عوض میشه سنن نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم عوض میشه شما الان بیایید به تاریخ نگاه کنید حتی سنت هایی که ابوبکر وضع کرده با سنت های عمر مخالفت داره عمر با ابوبکر مخالفت میکنه در بعضی از سنت ها و آداب و رسوم و اون احکامی که قرار میده تاریخ عوض میشه اصلا منع حدیث ها اینها منع میکنن از روایت حدیث که مبادا فضائل امیر المؤمنین اون فضیلت ها اون منقبت ها اون مقامات و منزلت های امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه پخش بشه و به گوش بقیه برسه بقیه مسلمان ها گاهن مسلمان هایی که تازه مسلمان شده بودن خب فتوحات مختلفی اون زمان انجام شد مبادا این مسلمان ها چیزی از فضائل اهل بیت بشنوند مبادا چیزی از این که نبی اکرم اونها را به عنوان دو امانت قرار داده بشنوند و به امیرالمؤمنین مؤمنی روی بیارند خب این یک سیاست خبیسانه بود که اینها استفاده کردن اضافه بر جعل حدیث و اضافه بر اینکه روایات بسیاری در این زمان منتشر شد چه از خود عمر بن الخطاب و چه از عائشه دختر ابی بک که اینها اصلا ادعا کردن قرآن تحریف شده و قرآن مورد نقص واقع شده و قرآن مشکل داره که هم شده که گفته میشه سوره توبه از این بیشتر بوده و سوره احزاب از این بیشتر بوده همونطور که از عائشه نقله که بعضی از این صوبه ها اصلا نصف شده نصفش گم شده آخه چطور میشه مسلمون ها صده ها نفر قرآن رو حفظ کردن میهن میشه قرآن گم بشه میهن به این سادگیه یک کتاب معمولی نیست که بگی آقا حالا گم شد گم شد این اساس مسلمان ها بود قانون اساسی مسلمان ها بود به این راحتی که از دست نمیره اولین شبه ها در تحریف قرآن همین ها بودن که ما اهل ما اتباع اهل بیت و شیعیان معتقدیم زبه ای در قرآن تحریف نشده امکان نداره قرآن مورد تحریف واقع بشه قرآنی که الان در بین دستان ما قرار داده همان قرآنی است که در, نبی در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبر نازل شد و ایشون دستور دادن و اینها جمع شده این روایات و خود پیامبر اسم سوره ها رو میذاشتن خود پیامبر آیه ها رو تعیین میکردن این آیه در کدام سوره واقع بشه چون این نبود که قرآن به یک باب نازل بشه آیه آیه نازل میشد خب آیه ها هم همه از یک سوره نبود گاهی از سوره بقره نازل میشد گاهی از سوره احزاب گاهی از رعد و مریم و فصلت و اینها خب اینها اومدن منع کردند روایات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای همین دوچار مشکل شدن اون بعدی ها مشکل شدن علماشون چرا؟ چون با قلت روایات کم بوده روایات مواجه بوده به همین یک بابی را باز کردن تحت عنوان اجتهاد به رعی ما یک اجتهاد داریم که اون اجتهادی است که الان مشتهدین و مراجع تقلید حائز اون هستن اون ملکه از اون قدرتی است که انسان قدرت داره به وسیله روایات حکم شرعی را استنتاج کنه استخراج کنه اینو بهش میگن اجتهاد سنی ها در مقابل شیعیان یک بابی را باز کردن اجتهاد به رأی. یعنی جایی که روایت نبود و گاهی اوقات جایی که حتی روایت بود اینها به عقل خودشون مراجعه میکردن و اونی که به ذهنشون میرسید را بهش فتوا میدادن کاری نداشتن روایت باشه یا نه خب این باعث شد چندین سال تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که در زمان امام باقر صلوات الله و سلام علیه روی کار آمد و به عنوان حاکم دولت اسلامی معرفی شد تا اون زمان این منع وجود داشت منع حدیث است منع حدیث تا زمان عمر ابن عبدالعزیز ادامه داشت تا دا اینکه این حاکم بنی از بنی امیه اومد و اون منع حدیث را برداشت و کتب حدیثی نوشته شد نگاشته شد بعضی از افرادی که جز تابعین بودن یعنی اونهایی که پیانبر را ندیدند اما اصحاب پیانبر را دیده بودند. اینها میبندن از به واسطه اینها نقل میکردن اون حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جمع میکردن در اون کتابی که داشتند خب مجموعه از کتاب ها جمع شد در این زمان به خاطر اون عدم منعی که وجود داشت بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتیم بسیاری از روایات مورد اهمال واقع شد به واقع شد و بسیاری از اونها فراموش شد بسیاری از اونها اونهایی که حتی نوشته شده بود از بین رفت تا اینکه رسید عمر بن عبدالعزیز منع را برداشت انشاءالله در قسمت های آینده به ادامه بحث خودمون خواهیم پرداخت و علیکم و رحمت الله و برکاته